پزشکیان موقعی طرفدار تحمیل حجاب اجباری بود که اصلا تحمیل حجاب اجباری قانون نشده بود تو این مملکت. اول انقلاب، من نمیگم، خودش میگه، سال 93 گفته کی؟ 8 سال بعد از اینی که کمپین 1 میلیون امضای زنان را افتاده، 8 سال بعد از اینی که جنبش زنان اونجوری قدرت خودش رو نشون داده، 1 سال بعد از اینی که مردم رأی دادن که روحانی بیاد مثلا تحمیل حجاب اجباری برداشته بشه، مثلا با دنیا تعامل داشته باشن، بعد پزشکیان میاد میره تو برنامه شناسنامه با محمد حسین رنجبران سال 93، اونجا برمیگرده میگه من موقعی حجاب اجباری رو راه انداختم که اصلا تو این مملکت کسی دنبال این نبود. میگه اول انقلاب، قبل از اینی که دولت این حرفا رو بزنه، من تو بیمارستان، تو دانشگاه رفتم تحمیل حجاب اجباری کردم، گفتم اونایی که حجاب ندارن با استانداردهای ما نیستن راهشون ندید. انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و دانشگاه شدیم. بیمارستان‌ها و دانشگاه. دانشگاه کلاً. اون موقع هم شاید که نه. ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه‌ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو می‌گیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود. هنوز این بحث‌ها نشده بود که چیز بود. بعد از اون 2 ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته. یعنی شما 57 بله ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچهای مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، با بچهای دانشجو هم هماهنگ کردیم، اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه و اینا. ما هم نشستیم با شون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصاتی بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصاتی بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید. نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما میگید براش طراحی بکنید. ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرا هم کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد. یعنی ما دانشگاه رو بستیم و بعد حضرت امام پیام داد و دانشگاه ها. این پزشکیانه قبل از اینی که حجاب اجباری را بیفته میگه من افتخارمه که این کارو کردم.